در حال حاضر ما انسان ها با دو پدیده ی تازه ظهور کرده مواجه شده ایم، هوش مصنوعی و کامپیوترهای کوانتومی. این دو می توانند مثل دو دست برای بشریت باشند و می توانند کمک بسیاری در پیشرفت و توسعه انجام بدهند و واقعا مثل دو دست انسان باشند و در کنارش می توانند خطرات جدی برای در واقع اول برای اقتصاد و مشاغل و بعد می تواند یک تهدید واقعی برای خود بشریت باشد. هر یک از اینها هم مزیت ها و هم خطراتی دارند. حالا تصور کنید اگر روزی این دو با هم ادغام بشوند چه اتفاقی می افتد؟ خب به گفته میچو کاکو، AI و یا هوش مصنوعی یک برنامه نرم‌افزاری است و سوالاتی در همین مورد. اما کامپیوتر کوانتومی یک سخت افزار است و بزرگتر است و اگر این دو یکی شوند یک اتحاد میان نرم افزار و سخت افزار را به وجود می آورند و آن وقت کار ما تمام است، البته اگر مراقب نباشیم. مثلا یکی از مهمترین و خطرناکترین مورد دسترسی آنها به کدهای موشکی و گیت‌های نظامی و دولتی است که البته به راحتی می توانند این کار انجام بدهند، چون قدرت یک کامپیوتر کوانتومی بر پایه فیزیک کوانتومی است، بر پایه کیوبیت است که هزاران مرتبه و حتی میلیون ها مرتبه قوی تر و پیچیده تر از کامپیوترهای کلاسیک است. یک کیوبیت می تواند در یک زمان هم صفر باشد و هم یک و یا هر دو، ولی یک بیت نمی تواند و باید یا یک باشد یا صفر. اما مزیت های آن بیشتر است و چیزهای بهتری می شود با آن ساخت، مثل دستگاه پیشرفته تر، غذا و محصولات بهتر، کشف رازهای جهان و خیلی کارهای دیگر و در کل یک تحول واقعی، یک رویدادی که بشریت تا حالا با آن روبرو نشده است اتفاق می افتد و البته اتفاق افتاده است و حالا ما در نقطه شروع آن ایستادیم و همه چیز به زودی تغییر می کند. اگر اطلاع ندارید، ما سه دوره و یا سه تحول کامپیوتری داریم. اول کامپیوترهای دستی و مکانیکی است که به عنوان اولین کامپیوترها شناخته می شوند. دوم کامپیوترهایی بر پایه الکتریسیته است که کامپیوترهای موجود همانهایی که در خانه ها داریم هستند و به آنها کامپیوترهای کلاسیک می گویند. ولی تحول بعدی و سومین کامپیوتر، کامپیوتر کوانتومی است که بر پایه الکترون ها و فیزیک کوانتومی بنا شده است و کامپیوتر نسل آینده است. البته از الان شروع شده است تا به آینده. این نهایت یک ماشین حساب است، محاسباتی بر پایه الکترون ها و این نهایت است. اما بعد از آن چه هست که در جلوتر توضیح خواهیم داد. الان یک رقابت بزرگ میان چین، گوگل و IBM و چندین شرکت بزرگ دنیا وجود دارد که چه کسی اولین را برای مردم تهیه کند. بهترین، کوچکترین و کمهزینه ترین و هر کسی که اولین باشد به عنوان برنده و شروع کننده این تحول شناخته می شود. البته کامپیوترهای کوانتومی ساخته شدند، اما بسیار بزرگ، پرهزینه و به تعداد کم و برای عموم ساخته نشدند و مشکل آنها را در جلوتر توضیح خواهیم داد. اما همه چیز به زودی تغییر خواهد کرد. کامپیوتر کوانتومی، منظور کوچکترین آن، میتواند مثل یک ابر کامپیوتر عمل کند. به وسیله آن بزرگترین پدیده‌های کیهان آشکار می‌شود، مثل انفجار بزرگ و ماهیت سیاه‌چاله‌ها. اما حالا که از فضا صحبت کردیم چندین سال پیش می‌آید. آیا ما اولین هستیم؟ اولین تمدنی که به کامپیوتر کوانتومی دست پیدا کرده است؟ آیا تمدن‌های بیگانه از چنین چیزی اطلاع دارند؟ آیا احتمال این هست که آنها کامپیوتر کوانتومی بسیار پیشرفته تری داشته باشند؟ کامپیوتر کوانتومی آخر هر کامپیوتری است، چون با اتم ها با الکترون ها سر کار دارد. اگر فضایی ها چنین چیزی را قبل از ما به دست آورده باشند، مطمئنا تا حالا کارهای بسیار عجیب غریبی با آنها کردند. چیزهایی ساختند که حتی در تصور و در حساب کتاب ما نمی گنجد. آنها راه سفر میان کهکشانی را پیدا کردند، سفر سریع‌تر از نور. اما محاسبات آن بسیار پیچیده است و نیاز به یک کامپیوتر کوانتومی بسیار پیشرفته و بزرگ دارد تا ببینیم پس از ورود به یک کرمچاله چه اتفاق می‌افتد. کامپیوتر کوانتومی قدرت محاسبه چیزهایی را دارد که فراتر از تصور است، مثل رفتن به داخل یک کرمچاله، ساخت یک سفینه ورب و حتی در مورد مولتیورس ها، موازی ها. اما سوالات اینجاست: چرا کامپیوتر کوانتومی اینقدر قدرتمند است و اصلا هست؟
کامپیوتر کوانتومی بر پایه جامپ‌های کوانتومی الکترون‌ها و اتم‌ها ساخته شده است. یعنی ذات خود کامپیوتر کوانتومی موازی است. درست مثل جهان‌های موازی. اما این یعنی چیه؟ این یعنی کامپیوتر کوانتومی بر پایه دنیای موازی الکترون‌ها بنا شده است. چون یک الکترون میتواند در یک زمان در دو مکان و یا در چند مکان حضور داشته باشد و یا از جایی به جای دیگر جامپ بزند، پرش بزند، آن هم بدون طی کردن فاصله و بدون عبور از خط زمانی آن. بنابراین یک کامپیوتر کوانتومی میتواند در یک زمان هزاران و حتی میلیون ها کار را به صورت موازی انجام بدهد که کامپیوترهای کلاسیک و عادی نمیتوانند که هیچ حتی نزدیک با نیستند. الکترون‌ها در یک زمان در دو جهان هستند و این واقعیت است. حقیقت اینجاست که کامپیوتر کوانتومی 2019 گوگل 3 میلیون برابر سریع‌تر از قوی‌ترین کامپیوتر کلاسیک است و اینها تازه اولین‌ها و پایه‌ترین سیستم‌های کوانتومی هستند و نسل‌های جدیدتر کامپیوترهای کوانتومی چگونه و با چه سرعتی می‌توانند باشند ما نمی‌دانیم، که البته دیوانه‌کننده است. در اینجا یک جواب وجود دارد. بعد از کامپیوترهای کوانتومی که بر پایه الکترون‌ها هستند، کامپیوترهای هسته‌ای است و یا نیوکلیر کامپیوتر که بر پایه هسته‌ای اتم‌ها، بر پایه کوارک‌ها هستند، بر پایه نیروی درون هسته‌ای هستند که می‌تواند هزاران برابر الکترون‌ها باشد. گرچه کامپیوترهای هسته‌ای بر پایه مکانیک کوانتومی است، اما با انرژی و معادلات بسیار پیچیده‌تر دیگر سر و کار دارد، مثل جهت کوارک‌ها و انرژی کوانتومی آنها که فراتر از کامپیوترهای کوانتومی الکترونی است. کامپیوترهای کوانتومی می‌توانند پروسه‌ای که میلیاردها سال برای کامپیوترهای کلاسیک طول می‌کشد را در عرض یک ثانیه انجام دهند. این چیز وجود دارد و دیگر یک تخیل و آینده‌نگری نیست. کامپیوتر کوانتومی خیلی حساس است. مثلا کوچکترین صدا و لرزش میتواند باعث اختلال در کارکرد آنها بشود و به همین علت هنوز برای مصارف عمومی ساخته نشده است. اما یک گروه توانسته است چنین کامپیوتر را بسازد و آن کامپیوتر سوپرمسی است که توسط گوگل ساخته شده. این گونه کامپیوتر کوانتومی قابلیت برنامه‌ریزی دارد، چون در حال حاضر هیچ کامپیوتر کوانتومی خالصی وجود ندارد که قابلیت برنامه‌نویسی داشته باشد. این کامپیوتر کوانتومی با کامپیوتر کلاسیک یکجا شده است و یک چیز جدید را ساخته است و این رقابت است. رقابت میان گوگل، چین و IBM، یک جنگ بزرگ در تکنولوژی و این شروع تحول بزرگ دوران ماست. اما یک کامپیوتر کوانتومی چگونه کار می‌کند و فرق آن با دیگر کامپیوترها در چیست؟ یعنی با تکنولوژی موجود نمی‌توانیم فرضیه‌ها را تعریف کنیم و همینطور سیاه‌چاله‌ها و انفجار بزرگ و کشیدگی فضا و بی‌انتها بودن کیهان، همه اینها فراتر از قدرت ما هستند. اما در جهان چیزی است که اگر به آن دست بیابیم و از آن استفاده کنیم، می‌توانیم جواب اینها که هیچ، بلکه جواب همه چیز را به دست بیاوریم. کامپیوترهای کوانتومی. ولی همین دانشمندان خطرهای کامپیوترهای کوانتومی را نشان دادند و نزدیکی آن با هوش مصنوعی میتواند نقطه پایان بشریت باشد. اما اگر خطری دارد، پس چرا داریم آن را میسازیم؟ این ماشین چگونه مشکلات ما را حل میکند و چرا ادغام آن با هوش مصنوعی خطرناک محسوب میشود و چرا موجودات تمدن 3 از سیاه چاله ها به عنوان کامپیوترهای کوانتومی استفاده می کنند و چگونه؟ کامپیوتر کوانتومی یک ماشین غیرعادی است که بر اساس قوانین اتمی و یا کوانتومی بنا شده است. برخلاف کامپیوترهای معمولی که از بیت برای ذخیره و پروسه اطلاعاتی استفاده می کند، کامپیوترهای کوانتومی از کیوبیت استفاده می کنند و یا کوانتوم بیت. بیت در دو شکل استفاده می شود، 0 و 1. اما کیوبیت از فراموقعیت و یا سوپرپوزیشن استفاده می کند، یعنی در یک زمان می تواند هم 0 باشد و هم 1 و هم در وسط. با این ویژگی می شود کارهایی کرد که با کامپیوترهای موجود نمی شود. کامپیوتر کوانتومی محاسبات موازی انجام می دهد، چون می تواند در یک زمان در چند شکل باشد. همه اینها از یک دانشمند شروع شد، ریچارد فاینمن و نظریه محاسبات کوانتومی او.
فاینمن پیشبینی کرد که کامپیوترهای کوانتومی قابل دستیابی هستند و می توانند خیلی بهتر و سریعتر از مدل‌های موجود باشد. اما این نظریه تا سال 1990 عملی نشد. در سال 1994 یک دانشمند نوعی الگوریتم خاص طراحی کرد که می توانست اطلاعات بسیار زیادی را در زمان کوتاهی محاسبه کند. در سال 2000 دانشمندان روش ساخت یک کامپیوتر کوانتومی را فهمیدند. هدف کنترل اتم ها و یا آیون ها بود، آن هم برای ذخیره سازی کیوبیت ها. نهایتاً در سال 2001 گروهی از دانشمندان در IBM یک کار بسیار بزرگ انجام دادند. آنها روش کنترل اتم های مغناطیسی را یاد گرفتند و این نشان داد که کامپیوترهای کوانتومی یک رویا نیستند، بلکه همین الان قابل دستیابی هستند. آنها شروع به ساخت این دستگاه عجیب غریب کردند و یکی یکی قطعات آن را ساختند. در اینجا دو نوع کامپیوتر به دست آمد: کامپیوترهای آیون‌های بدام افتاده و چرخش‌های فرارسانا که هر کدام چیزهای خاص خود را داشتند. آنها از روش‌ها و قطعات مختلف استفاده کردند تا به بهترین و ثابت‌ترین موقعیت برسند. این کار باعث شد تا یک کامپیوتر کوانتومی واقعی به دست بیاوریم. اما در سال 2013 ناسا به همراه گوگل کامپیوتر کوانتومی بسیار عجیب‌تر خود را معرفی کردند، دی‌ویو 2، و در مرکز تحقیقات ناسا قرار داشت. اما دولت آمریکا نگرانی‌هایی داشت و اجازه نمی‌داد که کاری بدون حضور آنها انجام بشود، که معلوم نیست که چرا و اصلا چی دیدند که این کار را انجام دادند. آیا تهدیدی برای بشریت محسوب می‌شود؟ اگر این ماشین به نهایت توان خود برسد چی می‌شود؟ و به همین علت آن کامپیوتر را برای مدت طولانی خاموش نگه داشتند تا تمامی احتمالات و خطرهای آن شناخته بشود. اما در سال 2019 گوگل دومین کامپیوتر کوانتومی خود را معرفی کرد. بسیار قوی تر، بسیار دقیق تر و مثل یک کامپیوتر کوانتومی حاضر و آماده بود. این کامپیوتر نشان داد که قدرت بسیار زیادی دارد. اما این شروع یک جنگ بزرگ بود. نسل جدیدتر. در سال 2020 IBM قوی ترین و مجهزترین کامپیوتر کوانتومی جهان را معرفی کرد، IBM Q سیستم 1. ولی این کامپیوتر کوانتومی حاضر و آمده برای تولید گسترده بود. این اولین کامپیوتر کوانتومی قابل فروش بود و جهان و تکنولوژی عمومی را به لول بالاتری برد. خیلی از دولت‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات اولین مشتریان آن بودند، چون تا حالا چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود. تا حالا یک کامپیوتر کوانتومی فروشی وجود نداشت و هر جایی که خرید و فروش و پول در کار باشد اتفاقات به سرعت رخ می‌دهد. ده‌ها مراکز ساخت و تحقیق درباره کامپیوترهای کوانتومی بنا شد. هزاران نفر استخدام شدند. صدها قانون جدید در مورد آن نوشته شد و همه اینها در مدت 2 سال اتفاق افتاد. ولی این کامپیوترهای کوانتومی تنها نیستند. گونه دیگری از کامپیوترهای کوانتومی وجود دارد که در فضا قرار گرفتند. کامپیوترهای کوانتومی سیاه‌چاله‌ای. یک سیاه‌چاله می‌تواند اطلاعات را در خود ذخیره کند، آن هم با پدیده ارتعاشات هاکینگ، و در کنارش انرژی مورد نیاز این کامپیوترها همیشه فراهم هست. جرم خود سیاه‌چاله‌ها که می‌توانند تا تریلیون‌ها سال انرژی کافی داشته باشند. اگر بخواهیم کامپیوترهای کوانتومی زمین را با آنها مقایسه کنیم، مثل مقایسه 1 با 100 میلیون است که بدون شک 1 از 100 میلیون خیلی کوچکتر است و این تفاوت میان تکنولوژی ما با موجودات تمدن 3 است. بنابراین نمی شود کامپیوتر کوانتومی موجود را با کامپیوترهای کوانتومی سیاه‌چاله‌ای مقایسه کرد. ممکن هست در کارکرد یک جور باشند، اما در عمل و سرعت اصلا نیستند. به گفته میچو کاکو، این کامپیوترهای کوانتومی سیاه‌چاله‌ای قدرت ساخت یک مسیر کیهانی دارند و فضایی‌ها از طریق این تونل‌های کوانتومی جابجا می‌شوند. البته این تونل‌ها بین کهکشان‌ها هستند و حتی در طول کهکشان‌ها و در زمان کوتاهی یک موجود و یا هر چیزی را از کهکشانی و یا از هر جایی به یک کهکشان دیگر و یا به یک مکانی دیگر انتقال می‌دهد. هدف ساخت کامپیوترهای کوانتومی. هدف از ساخت کامپیوترهای کوانتومی 3 چیز است: محاسبات اعداد بسیار پیچیده، شبیه سازی هر چیزی و ماشین یادگیری بسیار پیچیده و سریع.
قلب این ماشین کیوبیت است که میتواند فرا موقعیت باشد و به صورت موازی کار کند. برای کنترل کامپیوترهای کوانتومی اول باید این ذرات را کنترل کنیم. اتم ها، آیون ها، چرخش های فرارسانا و فوتون ها میتوانند به عنوان کیوبیت استفاده شوند. در کامپیوتر کوانتومی یک چیز بسیار جالب و عجیب است. کوانتوم انتنگلمنت، یعنی کیوبیت ها میتوانند در لحظه با هم در ارتباط باشند و مثل یک تیم کار کنند. بنابراین در یک کامپیوتر کوانتومی سه چیز بسیار مهم هست که در کامپیوترهای معمولی نیست: فرا موقعیت، انتنگلمنت و موازی. تا همین الان کارهایی را از این دستگاه‌های عجیب غریب دیدیم که باور ما نمی‌شود. حساب کتاب‌های بسیار پیچیده، حل مسائل بسیار پیچیده‌تر، شبیه‌سازی‌های بسیار گسسته و پیچیده. کامپیوتر کوانتومی یک خطر جدی دارد. رمزگذاری‌های موجود را در عرض چند دقیقه رمزگشایی می‌کند و می‌شود برای اهداف جاسوسی از آن استفاده کرد. و به همین علت یک الگوریتم ضد رمزگشایی که توسط خود همین کامپیوترهای کوانتومی طراحی شده ساخته شده است. در صنعت داروسازی تحول ایجاد می‌کند. در صنعت فضا و اخترشناسی تحول ایجاد خواهد کرد. حرکت اتم‌ها و کارکرد اتم‌ها را به صورت بسیار دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد و خیلی از کارهای بسیار پیچیده و غیر ممکن انجام خواهد شد.